به نام خدا و با سلام خدمت شما کاربران محترم سایت تحلیل داده دات کام. تو این فیلم آموزشی قصد دارم نحوه ایجاد کردن یک پروژه جدید جاوایی در محیط نرم افزاری نت بینز رو براتون توضیح بدم. زمانی که نرم افزار نت بینز رو اجرا می کنید، از قسمت تولبار روی این آیکون یا همون نیو پروژکت یا کلیت های ترکیبی کنترل شیفت ان میتونید استفاده بکنید تا یه پروژه جدیدی رو توی این آی دی ای ایجاد بکنید. با انتخاب این آیکون پنجره جدیدی با عنوان نیو پروژکت برامون باز میشه. از قسمت کاتگوریز ما پکیج جاوا رو انتخاب میکنیم و از پکیج جاوا و در قسمت پروژکت عنوان یا در واقع گزینه جاوا اپلیکیشن رو انتخاب میکنیم. پکیج این جاوا افیکس هم برای ایجاد کردن پروژه های در واقع میتونم بگم وین فورمی که یا در واقع همون پروژه‌ای که شما میتونید توی محیط برنامه‌نویسی سی شارپ ایجاد بکنید، با استفاده از این تکنولوژی جاوا و همینطور سوینگ میتونید برنامه های وین فورمی خودتون رو با زبان جاوا ایجاد بکنید. خب من جاوا اپلیکیشن انتخاب میکنم و روی دکمه نیکس کلیک میکنم. تو این مرحله باید یه اسمی رو برای پروژه خودمون در نظر بگیریم که من برای اولین پروژه خودمون مقدار هلو ورلد رو در نظر میگیرم. بهتر هستش که از کاراکتر اسپیس برای پروژکت نیممون استفاده نکنیم. توی قسمت پروژکت لوکیشن هم میتونیم مسیر ذخیره سازی پروژه هامون رو تنظیم بکنیم که من این کار رو انجام میدم و مسیرش رو تغییر میدم. خب و قسمت پروژکت فولدر هم به صورت خودکار با توجه به مقادیر انتخاب شده داخل کادهای پروژکت نیم و پروژکت لوکیشن به همون صورتی که میبینید خودش مقدار دهی میشه. و اگر هم تیک این گزینه یعنی create main class رو بزنیم، برامون فانکشن مین جاوایی رو برامون به صورت خودکار خود محیط ID NetBeans برامون ایجاد میکنه. خب دکمه فینیش رو کلیک میکنم و منتظر میمونم تا پروژه ایجاد بشه. خب همونطوری که میبینید پروژه Hello World ما در محیط نرم افزاری NetBeans ایجاد شد. دو تا پنجره این سمت چپ وجود داره، یکی پروژکت هستش و دیگری نویگیتور. نویگیتور در واقع میاد کلاس جاری که ما داخلش هستیم تمامی فانکشن ها رو اینجا برای ما لیست میکنه و با استفاده از این پنجره میتونیم به صورت خیلی سریع به اون فانکشن مورد نظر خودمون دسترسی پیدا کنیم. پنجره پروژکت هم در واقع ساختار پروژه های ایجاد شده ما رو بهمون نمایش میده. همونطوری که میبینید پکیج اصلیمون سورس پکیج هستش و داخل این سورس پکیج یک پکیجی با عنوان پروژه‌ای که ایجاد کردیم وجود داره و داخل این پکیج تمامی کلاس های جاواییمون قرار میگیره. پکیج لایبرریز هم به صورت پیشفرض خود JDK یکشی که توی جلسه قبلی نصب کردیم وجود داره و علاوه بر این لایبرری میتونیم لایبرری های دیگه ای رو که ما برای استفاده از سری امکانات خاص مثل وضع شدن به دیتابیس میتونیم اون لایبرری های مورد نیاز رو در داخل این پکیج وارد بکنیم و در کل پروژمون مورد استفاده قرار بدیم. خب
همونطوری که میبینید داخل این قسمت سمت راست در واقع محل نوشتن کودهای ما هستش. اولین چیزی که اینجا وجود داره کلمه کلیدی پکیج با عنوان نام پروژمون هستش، یا در واقع بهتره بگیم نام این پکیجی که ما اینجا ایجاد کردیم. یه نکته ای که توی برنامه‌نویسی جاوا وجود داره و بهتر هستش که ما همیشه اون رو رعایت بکنیم، ایجاد پکیج بندی برای کلاس های جاوایمون هستش. مثلا ما یه سری کلاس داریم که در رابطه با کار با دیتابیس مورد استفاده قرار میگیره، برای همین بهتر هستش که ما پکیج جدیدی رو با عنوان برفرض مثال دیتابیس ایجاد بکنیم، بعد تمامی کلاس های جاوامون رو که مربوط به کار با دیتابیس هستن داخل اون پکیج ذخیره و دسته‌بندی کنیم. برای ایجاد کردن یک پکیج هم روی حالا در واقع اون پکیج اصلی برنامه‌تون راست کلیک میکنید و از منوی باز شده منوی نیو و سپس زیر منوی جاوا پکیج رو انتخاب میکنید. با این عمل کارت جدیدی با عنوان نیو جاوا پکیج برامون ایجاد میشه و میتونیم در این قسمت این عبارتی که اینجا به صورت هایلایت در اومده با عنوان مورد نظر خودمون تغییر بدیم، که من بر فرض مثال دیتا بیس رو وارد میکنم. خب همونطوری که میبینید در داخل پکیج یعنی زیر پکیج هلو ورلد پکیج جدیدی با عنوان دیتابیس برامون ایجاد شده، که حالا میتونیم کلاس های جاوایمون رو که در رابطه با کار کردن با دیتابیس ها هستش در داخل این پکیج ذخیره و دسته‌بندی کنیم. برای ایجاد کردن یک کلاس جاوای هم روی پکیج مورد نظرمون راست کلیک میکنیم و از منوی نیو گزینه جاوا کلاس رو انتخاب میکنیم. پنجره جدید به عنوان نیو جاوا کلاس برامون ایجاد میشه، باز میشه و در کادر کلاس نیم کلاس در واقع عنوان یا اسم کلاس مورد نظرمون رو وارد میکنی، که بر فرض مثال من مقدار مای SQL رو وارد میکنم، که بر فرض مثال قصد دارم فانکشن هایی رو در این کلاس بنویسم که برای کار کردن با دیتابیس مای SQL مورد استفاده قرار میگیره رو تو این کلاس ایجاد بکنم، و در آخر دکمه فینیش رو کلیک میکنیم. قبل از این کار ما میتونیم از قسمت پکیج اینجا باز بکنم، تا که میبینید تمامی پکیج هایی که توی این پروژه جاریمون ایجاد کردیم از این قسمت هم اونها رو تغییر بدیم. خب همون ساعت که میبینی کلاس من ایجاد شد. همونطوری که میبینید این کلاس جدید MySQL که اینجا ایجاد کردم عنوان پکیجش فرق کرده، تغییر کرده و مقدار hello world.database رو پذیرفته. این در واقع میتونم بگم اسم دسترسی، یا بهتره بگیم که آدرس دسترسی به کلاس MySQL مون هستش. پس به عنوان یک نکته میتونیم اینطوری تعریف بکنیم که در دستور پکیج توی تمامی کلاس های زبان برنامه‌نویسی جاوا برای تعیین کردن آدرس دسترسی به اون کلاس مورد نظر مورد استفاده قرار میگیره. خب همونطوری که میبینید برای ایجاد کامنت یا در واقع توضیحات توی زبان برنامه‌نویسی جاوا میتونیم به چند صورت اقدام بکنیم. نحوه اول یعنی در واقع دستور اولی که میتونیم ما برای این کار مورد استفاده قرار بدیم استفاده از دو تا دستور بک اسلش هستش، که با این کار ما میتونیم
توضیحات مورد نظر خودمون رو به صورت تک خطی وارد بکنیم. به این صورت. حالا اگه قصد کامنت کردن بیشتر از یک خط رو داشته باشیم، مثل همین توضیحاتی که اینجا به صورت پیش‌فرض برای ما قرار داده شده، از دستور back/start و start/back استفاده میکنیم. میتونیم این مقدارهای استار یا همون ستارهایی که اینجا هستش رو حذف کنیم، ولی استفاده از این دو دستور در ابتدا و انتهای خطوط مورد نظرمون که قصد داریم به صورت کامنت در بیاد رو حتما باید به همین صورتی که مشاهده میکنید مورد استفاده قرار بدیم. شیوه دیگه هم که میتونیم مورد استفاده قرار بگیریم، استفاده از علامت بکسلش و دوتا ستاره هستش، به این صورت که مشاهده میکنیم. این در واقع چه جور به چه صورتیه و چه کاربردی داره؟ اینجا ما یک دستوری رو به کار میبریم. همینطوری که میبینید، خب من اومدم از یک دستور از قبل تعریف شده جاوا با عنوان سیستم خواستم استفاده بکنم، و وقتی که مقدار سیس رو وارد کردم و کلید ترکیبی کنترل اسپیس رو زدم، اینجا برای من یه تول تیپی در واقع یه پنجره به صورت تول تیپ برای من باز شدش و یه سری توضیحات در مورد این دستور برای من نمایش داده شده. خب اگر شما قصد دارید یک کلاسی رو به ایجاد بکنید و اون رو منتشر بکنید و سایر کاربرها بتونن از اون کلاس به راحتی استفاده بکنن، باید همچین تول تیپی رو هم ما برای تمامی فانکشن هامون ایجاد بکنیم. برای ایجاد کردن این فانکشن ها ما میتونیم از این دستور back/start و start/ در انتهای اون کامنت مورد نظر خودمون به همین صورتی که میبینید استفاده بکنیم. یعنی در واقع اگر ما داخل یک کلاس جاوای دیگه ای بریم و بخوایم دسترسی پیدا کنیم به متد مین کلاس هلو ورلد، یک تول تیپ برای ما نمایش داده میشه و این عنوان رو در داخل اون پنجره تول تیپ به عنوان متن کمکی برامون نمایش میده. خب مورد بعدی که اینجا من میتونم متذکر بشم فانکشن مین هستش. ببینید توی زبانهای برنامه‌نویسی مثل C#، C++ و جاوا، برای اینکه مشخص بکنیم کدوم یکی از کلاس‌های موجود در داخل پروژه‌مون به عنوان کلاس و متد مین یا در واقع نقطه شروع برنامه‌مون هستش، باید از فانکشنی با عنوان مین به همین صورت که مشاهده می‌کنید به صورت ثابت، یعنی public static void main و دارای پارامتر ورودی از نوع استرینگ که به صورت آرایی هستش و یه نام دلخواه، دقیقا به همین صورت استفاده بکنید. زمانی که ما توی این پروژه هلو وردمون برفرض 10 تا کلاس داشته باشیم، از بین این 10 تا کلاس میبایست یکی از کلاس ها متوجه داشته باشید که یکی از کلاس هامون دارای این متد مین باشه. خب زمانی که اون پروژه رو ما توسط این دکمه در داخل نوار ابزارمون وجود داره پروژه رو اجرا بکنیم، اولین کلاسی که توسط JVM کامپایل و برامون اجرا میشه این متد هستش، که در داخل این متد ما میتونیم سایر کلاس های موجود در برنامه‌مون و همینطور سایر متدهای همین کلاس جاری رو مورد فراخونه قرار بدیم و ازشون استفاده کنیم. پس به عنوان یه نکته ثابت حتما این رو مد نظر خودتون قرار بدید که تمامی پروژه های
جاوایی ما میبایست یک متد مین به همین صورتی که اینجا تعریف شده تعریف بکنیم. عبارت پابلیک به عنوان عمومی، یعنی خود کلمه پابلیک به معنی عمومی هستش و استفاده از این کلمه توی تعریف یک متد به این معنی هستش که این متد ما به صورت پابلیک و یا همون عمومی هستش و در کلاس‌های دیگه ما میتونیم این کلاس رو مورد فراخونی قرار بدیم. کلمه کلیدی استاتیک هم به این معنی هستش که برای فراخونی قرار دادن متد مین حتما نیازی نیست که یک آبجکتی از کلاس هلو ورلد ایجاد بکنیم. به صورت مستقیم میتونیم به تمامی متدهایی که به صورت استاتیک تعریف شدن به اون متد مورد نظر دسترسی پیدا بکنیم. و کلمه کلیدی void هم به این معنی هستش که این متد مین ما هیچ مقدار بازگشتی رو برای ما بر نمیگردونه. و عنوان مین هم که نام متد مورد نظر ما هستش و string آکولاد باز و بسته به این معنیه که ما اومدیم یک پارامتر ورودی به این متد مینمون با عنوان args که از نوع داده‌ای آرایه‌ای از نوع string هستش رو مشخص کردیم. به عنوان اولین مثال برای این فیلم آموزشی قصد دارم که عبارت هلو ورلد رو در خروجی یا همون کنسول محیط IDE NetBeans چاپ بکنم. برای این کار از دستور system.out.println میتونم استفاده بکنم. به این صورت. خب این دستور system.out.println برای ما چیکار میکنه؟ برای ما میاد یک متن در واقع یک پارامتر ورودی همونطوری که میبینید من اگه println رو بیارم چند نوع وجود داره. یک متد println وجود داره که آرگومان ورودیش از نوع object، یک نوع دیگه از نوع string، boolean، char، آرایه‌ای char، double، float، int، long و الی آخر میتونه از ما دریافت بکنه که خب من اومدم از این نوع استفاده کردم و میخوام یک عبارت رشته‌ای رو در کنسول محیط NetBeans چاپ بکنم. در واقع از این دستور توی پروژه های تجاری برای ایجاد کردن یه لاگ یا در واقع بهترین بگیم یک پیغامی که به برنامه نویس میفهمونه که یک عملی رو که ما مد نظرمون بوده رو به صورت صحیح انجام شده یا انجام نشده یا یک متدی از یک کلاسی به صورت صحیح صدا زده شده یا صدا زده نشده و کارهای از این قبیل رو ما با استفاده از این دستور انجام میدیم که حالا توی فصلهای بعدی و در ادامه با نحوه استفاده و مکانهایی که میتونیم ما از این دستور استفاده بکنیم بیشتر آشنا خواهید شد. خب حالا برای اینکه این پروژه رو اجرا بکنم میتونم روی این دکمه Run Project کلیک بکنم و یا همونطوری که توی تول تیپی که نمایش داده شده از کلید F6 برای ران کردنش استفاده بکنم. خب زمانی که این کار رو انجام بدیم همونطوری که میبینی یک محیط کنسولی خود نرم افزار NetBeans داره همونطوری که میبینید با عنوان آتپوت برای ما در دسترس قرار داده و همونطوری که میبینید با استفاده از دستور system.out.println اومدیم دستور hello
ورد رو چاپ کردیم. اگه بخوام یک توضیح خیلی کوتاه در رابطه با این در واقع این پنجره بدم، خود نرم افزار نت بینز طوری طراحی شده که زمانی که ما این دکمه رام پروژکت و یا کلید F6 رو میزنیم، زمانی که پروژمون بخواد اجرا بشه، خود برنامه نت بینز میره و اون برنامه جاواسی رو که توی فصل قبلی، تو فیلم آموزشی قبلی در موردش به صورت خیلی کوتاه باهاتون صحبت کردم، رو اجرا میکنه. یک کلاسی با یک در واقع بهتر بگیم یک فایلی با عنوان hello world.class برای ما ایجاد میکنه و خروجی رو که این محیط برای ما در نظر میگیره رو در داخل یک پنجره ای که به همون صورت که میبینی به صورت پنجره گرافیکی برای ما نمایش میده. یا بهتره بگم که در واقع پروژه هایی رو که ما به صورت همین شیوه ای که توی این فیلم آموزشی اجرا کردیم، تمامی دستوراتی که رو ما داخل این پروژه هامون می نویسیم، یا بهتره بگم که پروژه هایی رو که ما ایجاد میکنیم که به صورت جاوا افیکس نیستند، تمامی خروجی ما در داخل نرم افزار کامند پرامپت یا همون CMD خود ویندوز برامون اجرا و خروجی های مورد نظرمون در اون محیط نمایش داده میشه. که خب در واقع خود نرم افزار نت بینز برای راحتی کار اومده یک پنجره با عنوان آتپوت که دقیقا کاربرد پنجره کامند پرامپت ویندوز رو داره برای ما شبیه سازی کرده. و توی فصلهای بعدی هم من به صورت میتونم بگم عملی نحوه اجرا کردن یه پروژه جاوایی رو با استفاده از خود برنامه کامند پرامپت بهتون آموزش خواهم داد. ولی نیازی نیست ولی که نیازی نیستش که زمان تا زمانی که ما از محیط نرم افزاری نت بینز استفاده میکنیم، پروژه هامون رو به صورت دستی و با استفاده از کامند پرامپت ویندوز ایجاد بکنیم. اگر من به محل ذخیره سازی این پروژه مونم برم، یه نگاهی با هم دیگه بندازیم، یه پوشه‌ای برای ما ایجاد شده زمانی که من پروژه‌ام رو بیلد کردم، یعنی در واقع روی این دکمه ران پروژکت کلیک کردم، یک پوشه برای من ایجاد کردن محیط همین آیدی نت بینز با عنوان بیلد و پوشه دیگه با عنوان کلاسز، و داخل این کلاسز روی پوشه با عنوان اسم پروژه ایجاد کرد و همونطوری که میبینید یک فایل hello world.java که اینجا مورد استفاده قرار داده شده، فراخونی شده، به صورت .class برای من درآورد و میتونم این رو با استفاده از نرم افزار جاواسی که توی فیلم های آموزشی بعدی نحوه این کار رو به صورت عملی خواهید دید رو برای من میتونم اجرا بکنم. دقیقا پکیجی رو که من اینجا با عنوان دیتابیس ایجاد کرده بودم و یک کلاسی با عنوان mysql.java ساختم، همون پکیج رو و همون کلاس رو با پسوند .class برای من ساخت. در واقع این پوشه هستش که ما میتونیم به کاربرای خودمون بدیم، این پوشه رو منتشر بکنیم و کاربرا با استفاده از نرم افزار کامند پرامپت و دستورهای مختص اجرا کردن پروژه های جاوایی که در واقع میان از جاوا ویرچوال ماشین استفاده می کنند، این پروژه ها رو ران بکنن و مورد استفاده خودشون قرار بدن. که میتونم بگم که هیچ نرم افزاری الان با زبان جاوا نکنه وجود نداشته باشه، وجود داره ولی نرم افزار تجاری وجود میتونم بگم نرم افزار تجاری وجود نداره که
به این صورت، یعنی به صورت کنسولی نوشته و منتشر شده باشه. حالا علت این که ما به صورت این کنسولی این پروژه هامون رو اجرا میکنیم چی هستش؟ به این خاطر هستش که با زبان برنامه نویسی جاوا آشنایت پیدا بکنیم. زمانی که با این زبان به صورت کامل آشنایت پیدا کردیم، با مفهوم object oriented در رابطه با وراثت، در رابطه با چند ریختی، در رابطه با شرط ها، حلقه ها و همینطور تعریف کردن متد ها و متغیر ها و غیره و غیره و غیره که آشنا شدیم، میتونیم یه گام رو فراتر بذاریم و بریم سراغ آموزش جاوا اف ایکس که مهمترین در واقع کتابخونه این دسته سوینگ هستش و میتونیم از این کلاس استفاده بکنیم و دقیقا اپلیکیشن هایی رو تولید بکنیم که دارای ظاهر گرافیکی مثل پروژه‌ای که با سی شارپ تولید میکنیم باشن. و یا یک پر رو هم فراتر از اون بذاریم و پروژه هایی رو به صورت انترپرایز و در قالب وب اپلیکیشن ایجاد بکنیم که انشالله توی فصل بعدی همین آموزش با تمامی این کلاس ها به صورت مختصر و مفید آشنا خواهید شد. خب امیدوارم این فیلم آموزشی هم مورد پسند شما کاربران محترم قرار گرفته باشه. تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.